پیتسو موسیمانه از مدیران باشگاه استقلال خواسته که هرچه زودتر برای جذب یک مهاجم درجه یک اقدام کنند. پیتسو موسیمانه بار دیگه به خاورمیانه برگشت و هفته گذشته به صورت رسمی به عنوان سرمربی جدید استقلال معرفی شد و هدایت این تیم رو در ادامه فصل در رقابت‌های لیگ برتر ایران و همچنین لیگ نخبگان آسیا بر عهده خواهد داشت. این مربی 60 ساله پیش از این تجربه هدایت چند تیم در خاورمیانه رو داشت و در فصل 2023-2024 روی نیمکت تیم عربستانی ابها می نشست، اما در پایان این فصل باشگاه رو ترک کرد و از اون زمان تا به حال هدایت تیم دیگه‌ای رو بر عهده نگرفته بود. اون در حالی به ابها پیوست که آنها در جنگ برای بقا بودند و حالا در حالی راهی استقلال شده که این تیم نتونست آغاز خوبی در این فصل داشته باشه. استقلال این فصل در 7 بازی ابتدایی آمار 2 برد، 2 تساوی و 3 شکست رو به ثبت رسونده و امیدواره که این مربی سابق الاهلی بتونه اونها رو به ثبات خوب و درستی برسونه و به این تیم کمک کنه که بار دیگر به جمع مدعیان در صدر جدول رده‌بندی این مسابقات اضافه بشه. حالا منابع نزدیک باشگاه استقلال خبر دارن که موسیمانه برای رسیدن به این هدف از مدیران این باشگاه خواسته که یک مهاجم تمام عیار رو برای او به خدمت بگیرن. او همچنین فهرستی از گزینه‌های مد نظرش رو در اختیار مدیران باشگاه استقلال قرار داده تا بین اونها انتخاب و مذاکرات رو هرچه زودتر آغاز کنه. هنوز مشخص نیست که نام چه بازیکنانی تو این فهرست قرار دارن، اما اخیراً شایعات بسیاری در این باره به گوش می‌رسید که عملکرد آرمان رمضانی و گوستاو بلانکو برای این مربی آفریقایی قانع کننده نبوده و اون به دنبال تقویت خط حمله استقلال در ادامه فصله. استقلال یک جای خالی در فهرستش داره که این موضوع به اونها اجازه میده برای تقویت این تیم یک بازیکن آزاد رو به خدمت بگیرن و به این مربی در رسیدن به هدفش کمک بیشتری بکنن. مهاجمان حال حاضر استقلال پیش از این در طول فصل در رقابت‌های لیگ قهرمانان و در دو دیدار برابر الغرافه و اسد موفق شده بودن 3 گل به ثمر برسونن و در رقابت‌های لیگ برتر هم در 7 بازی 8 بار دروازه حریفان خودشونو باز کرده بودن. و حالا این گزارشی بود که خدمتتون عرض کردیم که موسیمانه همونطور هم که در روزهای گذشته و در حالا شاید خبرگزاری‌های دیگه هم دیده بودین درخواست یک مهاجم خارجی رو داشته. اون مهاجم خارجی به نقل از توتال که حالا منبع بسیار معتبری بوده و تو این چند وقت خیلی به نظر من بیشترین چیزایی که گفته و حالا بیشترین اسمش خبرایی که منتشر کرده اکثرنشون درست بوده کسی نیست جز ایزاک ساکسس که در حتی شهریور و در تابستون هم به پرسپولیس لینک شده بود، حالا به استقلال لینک شده. ایزاک ساکسس مهاجم نیجریایی تیم اودینزه بعد از 3 فصل بازی در سری آ ایتالیا برای خروج از اروپا وسوسه شده بود. ایساک که در 3 فصل گذشته 4 گل برای اودینزه زده و 14 گل هم ساخته، سابقه گلزنی به ناپولی رو در کارنامه خودش داره، اما به عنوان یک مهاجم نوک آمار گلزنی چندان خوبی نداره. همین آمار باعث شد تا در نهایت باشگاه اودینزه با تمجید تلاش‌های این مهاجم رسماً اعلام کنه که قرارداد اون در توافقی دو جانبه فسخ شده و این مهاجم امکان جابجایی رو خواهد داشت. ایزاک ساکسس مهاجم کارنامه‌دار و سرشناسه که شاید انتقالش به استقلال بزرگترین خرید اونها رو در این فصل به ثبت رسونه. مهاجم 28 ساله با سابقه حضور در سطح اول فوتبال ایتالیا، انگلیس و اسپانیا که بیش از 200 بازی رسمی برای خودش داشته و این مهاجم 180 سانتی را به خرید جذاب بدل کرده که همونطور که گفتیم این مهاجم در حالی که حتی در تابستون به پرسپولیس لینک شده بود، حالا پیتسو موسیمانه به نقل از خبرگزاری معتبر توتال امکان خرید این بازیکن رو به مدیران استقلال داده و بعد ببینیم در روزهای آینده مهاجمی که در ناپولی باز در اودینزه بازی میکرده و همونطور که گفتیم سابقه گلزنی به ناپولی رو هم داره و آیا به استقلال خواهد پیوست. تا استقلال واقعا به نظر من هم گوستاو بلانکو درخشش قبل رو نداره و آرمان رمضانی هم بسیار بازیکن معمولیه و در واقعا در حد استقلال نیست و 100%
استقلال یه مهاجم نوک گلزن میخواد. حالا همونطور که گفتیم ایزاک ساکسس مهاجم مد نظر پیرسون موسیمانه است و باید در روزهای آینده مدیران باشگاه استقلال و هولدینگ خلیج فارس میتونن از این بازیکن رو نمایی بکنن یا خیر. و چیز دیگه این هم باقی نمیمونه. خیلی ممنون از این که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. خیلی خوشحالیم که شما عزیزان کنار من هستین. همونطور که من همیشه تو همه ویدیوها هم میگم، کانال ما در مورد اخبار و حواشی و خلاصه بازی های اکثر ورزش ها به خصوص فوتبال هست. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات اخبار و خلاصه بازی و جنجال های اکثر ورزش ها به خصوص فوتبال علاقه دارید، حتما 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 کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر موقع ویدیوی جدید ما آپلود شد شما اولین نفری باشین که از اون با خبر میشین. خیلی دوستتون داریم، چاکریم، مخلصیم، ارادت خیلی زیاد. فعلا یا علی، خدا نگهدار.